در مدت زمان هشت سالی که از جنگ تمام ایار نظامی عربستان علیه یمن می گذرد با محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن جنگ اقتصادی نیز عرصه را بر یمنی ها تنگتر کرده است جنگ اقتصادی که در تعریف قوانین بین المللی ممنوع اعلام شده است یکی از بارسترین جنایت های عربستان در هشت سال گذشته علیه یمن است که طبق توصیف سازمان ملل این کشور بزرگترین فاجعه ای را که جهان در حال حاضر دیده است سپری می کند. پایگاه خبری آژانس مطبوعات یمن روز گذشته دوشنبه در گزارشی به اظهارات اخیر محمد جابر سفیر عربستان در یمن مبنی بر تلاش ریاض برای بازگرداندن ارزش نفت و گاز یمن به بانک مرکزی عدن اشاره کرد و نوشت در طول هشت سال جنگی که یمن توسط همسایگان خود یعنی عربستان و امارات متحمل شد صدها هزار کودک جان خود را به دلیل کمبود مواد غذایی بر اثر محاصره و قهدی از دست دادن و مردم یمن در برابر نظام های آل سعود و آل نهیان در معرض موارد بی پایان نقض حقوق بشر قرار گرفتند. آژانس مطبوعات یمن اضافه کرد مشکل جنگ اقتصادی که مردم یمن از آن رنج میبرند این است که این جنگ مخفیانه انجام نمی شود بلکه کشورهای متجاوز اعتلاف با جسارت اعتراف می کنن که آنها کسانی هستند که پشت گرسنگی یمنی ها قرار دارند و از عواقب قانونی یا انتقام مردم یمن ترسی ندارند آخرین پیامد ذهنیت سعودی ها از گرسنه نگه داشتن مردم یمن اعتراف سفیر عربستان در یمن بود که با انتشار مطلبی در توییتر نوشت که به همراه خالد ابن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان به آمریکا رفته و در این سفر برای بازگرداندن ارزش نفت و گاز یمن به بانک مرکزی عدن با طرف آمریکایی مذاکره شده است. آژانس مطبوعات یمن با اشاره به اینکه هیچ جنایتی وجود ندارد که بدون توجیه اتفاق بیفتد همان گونه که با همدستی شرماور سازمان ملل متحد بر سر مردم یمن اتفاق میافتد این سوال ها را مطرح کرد که کشدار دست جمعی اجباری توسط اعتلاف علیه مردم یمن چه توجیهاتی دارد و چگونه ثروت کشور فروخته می شود در حالی که مردم آن گرسنه هستند